هنگامی که دوگی واتکین کشاورز گوسفندهایش را صدا می‌زند، گوسفندان گاهی در اسکاتلند هستند و گاهی در انگلستان. دوگی مالک حدود 28 هکتار زمین در بیرویک در کرانه رود توید انگلستان است. اما در آن سوی رودخانه در اسکاتلند هم بیش از 280 هکتار زمین اجاره کرده. استقلال اسکاتلند از انگلستان و ایجاد مرز احتمالی برای دوگی که گوسفندهایش هر روز از مرز عبور می‌کنند، دردسرزا خواهد بود. نگرانی بزرگ عدم اطمینانی است که به وجود آمده. نتیجه همه پرسی هرچه باشد، آرای موافق و مخالف انقدر نزدیک خواهند بود که پیامدهایی خواهند داشت. اما حرف‌های هیچ کس را درباره نتایج استقلال اسکاتلند نمی‌توانم بپذیرم، چون فکر نمی‌کنم هیچ کس بداند واقعاً چه خواهد شد. این دو کشور زمان درازی است که با یکدیگر پیوند خوردند. مشکل واقعی عدم اطمینان از آینده است. مرز بین اسکاتلند و انگلستان نماد 300 سال اتحاد قدیمی با پادشاهی متحده بریتانیا است. اتحادی که در پی آن پیوندهای خانوادگی و تجاری بسیاری شکل گرفته است. اما همه با این اتحاد دیرینه موافق نیستند. با برگزاری همه‌پرسی 18 سپتامبر درباره استقلال اسکاتلند، استحکام این پیوند با آزمون گذاشته خواهد شد. آیا اسکاتلند می‌تواند کشوری مستقل باشد یا بهتر است درون پادشاهی متحده بریتانیا باقی بماند؟ این پرسش‌ها بحث‌های زیادی را برانگیخته. هدر اندرسون در نزدیکی مرز در اسکاتلند مزرعه کشت ارگانیک دارد. او می‌خواهد به استقلال اسکاتلند رأی مثبت بدهد و ادعا می‌کند که اسکاتلند از لحاظ منابعی مانند نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر خودکفاست. از نظر مالی هم می‌تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. از نظر او استقلال اسکاتلند تهدیدی برای لغو عضویت این کشور در اتحادیه اروپا نخواهد بود. در صورت رأی مثبت به استقلال در 18 سپتامبر، اسکاتلند 18 ماه فرصت خواهد داشت تا برای ادامه عضویتش در اتحادیه اروپا مذاکره کند. 40 سال است که عضو اتحادیه اروپا بوده ایم و از تمام پیمانهای اتحادیه تبعیت کرده ایم. از نظر شیلات خودکفا هستیم و 1500% مصرف داخلی ما ماهی صادر می کنیم. فکر کنم اگر از اتحادیه اروپا بیرون برویم، مثلا برای اسپانیا خیلی بد خواهد شد. از نظر پرورش گوسفند هم همینطور، به فرانسه بره صادر می کنیم. 13 میلیارد پوند تجارت مواد غذایی داریم و طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا هستیم و می‌خواهیم عضو فعال اتحادیه باشیم. بیل پارکین یکی از ساکنان مناطق مرزی است که با استقلال اسکاتلند مخالف است. وی آن سوی مرز در انگلستان در شهر بیرویک در کرانه رود توید شرکت بازرگانی دارد. در شرکت او هم مهندسان انگلیسی کار می‌کنند و هم مهندسان اسکاتلندی. برای او استقلال اسکاتلند به معنی مالیات‌های جدید، مقررات جدید و به ویژه تغییرات در ارزش واحد پول است. این موضوع باعث نگرانی است، زیرا اگر آنها هم واحد پوند را نگه دارند، ارزش این پول چیزی خواهد بود که همه جا پذیرفته شده. شما می توانید هر واحد پولی را انتخاب کنید، اما ارزش این پول در دنیا و در سایر بریتانیا چه خواهد بود؟ عوامل خارجی هستند که ارزش پولتان را تعیین خواهند کرد. اتحاد بین اسکاتلند و انگلستان 300 سال برقرار بود و مشکلی نبوده. چیزی را که خراب نیست چرا باید تعمیر کرد یا تعویض کرد؟ از مرز عبور می‌کنیم و به شهر آیماوس در اسکاتلند می‌رویم. جیمز کوک در اینجا شرکت محصولات غذایی دریایی دارد و محصولاتش را به انگلستان و اتحادیه اروپا صادر می‌کند. از نظر او استقلال اسکاتلند فرصتی است اروپا ببیند محصولات اسکاتلند می‌توانند مستقلاً با کالاهای دیگر رقابت کنند و نیازی به حمایت تجاری بریتانیا ندارد. ما صادرکننده بزرگ محصولات و کالاها به بازار اروپایی هستیم و از جامعه اروپایی به شدت طرفداری می‌کنیم. به سادگی با پوند یا یورو هم می‌توانیم به کارمان ادامه دهیم. اما نکته‌ای هست که در میان فراموش می‌شود. پوند به هر دو طرف تعلق دارد. بخش‌های مختلف پادشاهی متحد بریتانیا به یک اندازه مالک پوند هستند. ساده‌لوحانه است که کسی بگوید پس از این حق ندارید از این واحد پولی استفاده کنید. فکر می‌کنم این موضوع را تبدیل به یک عامل منفی بزرگ کردند تا همه را بترسانند. جیم فالتون اسکاتلندیست و همسرش آلیسون انگلیسی. آنها بیش از 40 سال است که در این منطقه مرزی زندگی می کنند. آنها از کمپین موسوم به با هم بهتر است حمایت می کنند. این کمپین تلاش می کند مانع استقلال اسکاتلند از انگلستان شود.
اسکاتلند نمیتواند از نظر واحد پول مستقل باشد، زیرا بقیه بریتانیا یعنی ولز، انگلستان و ایرلند شمالی به اسکاتلند اجازه نخواهند داد برای استقراض، در نهایت به بانک انگلستان متوسل شود. مثل پاناما خواهیم شد. هند واحد پول ما خواهد ماند، اما هیچ کنترلی بر نرخ بهره و سیاست‌های دولتی نداریم. مشکل طرفداران رأی مثبت به استقلال این است که با واژه‌ها ساده انگارانه بازی می‌کنند، حرف‌های دلخوش کننده می‌زنند، خوشبین هستند و به واقعیت‌هایی که در عمل پیش روی اسکاتلند مستقل خواهد بود توجهی ندارند. از نظر قانونی کشوری که می‌خواهد به اتحادیه اروپا بپیوندد باید بانک مرکزی داشته باشد و ما بانک مرکزی و واحد پول مجزا نداریم. پس آنطور که کمیسرهای اتحادیه اروپا اعلام کردند، نمی‌توانیم از اتحادیه اروپا بخواهیم که ما را به عضویت خود بپذیرد. الکس سالموند، وزیر اول دولت اسکاتلند، ادعا می‌کند که وضع ما فرق می‌کند، چون ما از پیش در اتحادیه اروپا بوده ایم. اما متأسفانه اینطور نیست. پادشاهی متحد بریتانیا در اتحادیه اروپا بوده است و اسکاتلند به شکل کشور مستقل هیچ مقام و جایگاهی در این اتحادیه ندارد. برای الکس ویلسون که 2 سال است برای به کرسی نشاندن رأی مثبت به استقلال اسکاتلند مبارزه می کند، هدف نهایی ضدیت با انگلیسی ها نیست، بلکه دموکراسی و حق حاکمیت است. یا مردم اسکاتلند و توانایی آنها را که مثل هر کشور دیگری قادر به اداره خود هستند باور دارید یا نه. بهترین کسانی که می توانند برای اسکاتلند تصمیم بگیرند مردم اسکاتلند هستند، کسانی که در اسکاتلند و اینجا کار و زندگی می کنند. ما نسبت به وستمینستر و نخبه ها و صاحبان قدرت که واقعا کسانی بودند که صدها سال در آنجا تصمیم گیری کردند بی احترامی نمی کنیم و موضوع واقعا همین است که این برگزیدها می خواهند قدرتشان را حفظ کنند. 1 دقیقه پس از ساعت 10 وقتی مراکز رأی‌گیری درهاشان را می‌بندند، مردم تصمیم گرفتند که قدرت را در دست خودشان بگیرند یا دوباره آن را به کس دیگری تحویل دهند. نتیجه همه پرسی هرچه باشد، اوضاع در 2 سوی مرز به شکل سابق باز نخواهد گشت. تصمیم گیری درباره اتحادی که بیش از 3 قرن دوام آورده، تصمیمی سرنوشت ساز خواهد بود. این همه پرسی بر زندگی همه تأثیر خواهد داشت، حتی بر زندگی گوسفندان. همیشه وقتی میخواهید گوسفندها را از یک ناحیه به ناحیه دیگری ببرید باید فرم پر کنید. در حال حاضر انگلستان و اسکاتلند 2 ناحیه مختلف هستند، 2 کشور مختلف نیستند. در نتیجه باید فرم جابجایی بین 2 ناحیه را پر کنید. اما هر چقدر هم تلاش کنم این گوسفندها حاضر نیستند وقتی آن طرف میروند فرم پر کنند. سرشان را میاندازند پایین و میروند. <تص->